سلام و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم، افغانهای عزیز و افغانستانی های گل. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبای شما بخیر. سلام دیگری دارم خدمت تمامی فارسی زبانهای خوب، فارسی زبانهای عزیز، همزبانهای خودم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید همزبانهای من خوب و خوش در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبای شماها هم بخیر. عزیزان دل، تشکری میکنم از کلتان بابت پیام های زیبایتان و کامنت های زیبای شما. امروز دوباره در خدمت شما هستم با یک داستان دیگری از دختر افغان در امریکا که شکایت ها داره از دنیا و از مادر جانش. خب عزیزان دل، پیش از اینکه داستان رو بگویم تشکری میکنم از تمام شما که فالو کردید، سابسکرایب کردید، ویدیوها را کامنت کردید، لایک کردید و نظریاتی بسیار خوبتان را در کامنت ها نوشتید. تشکری میکنم از تمام خواهرای خوب و نازنین خودم و برادرای محترم همچنان. خب میریم سر داستان که داستان دیر نشود که انشالله امروز در خدمتتان هستم با دو تا داستان پشت سر هم براتان میمانم. خدا کنه که خوشتان بیاید. بعضی از خواهرای ما شکایت کرده بود که ما بر داستان تو عادت کردیم، چرا که دیر میمانی؟ عزیز دل، ما دیر نمیمانم. بعضی وقتها ما دو روز سه روز نیستم، اورام روز دیگر اگه آمدم تلافی میکنم. فورا پشت سر هم دو سه تارم میمانم که شما دلتان برای ما تنگ نشون. خب میریم سر اصل داستان که دختر افغان فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکایت ها داره از دنیا. میگه از نوجوانی هم گله دارد، از زندگانی هم گله دارد. جوانی هم یعنی زندگانی نکردیم. خواهر سارا در دنیا هیچ وقتی هیچ چیزی با ما خوب نبوده. حتی که حال در امریکا آمدیم زندگی خوب و خوش را ندارم. سالها پیش در ایران متولد شدیم که حال خودش گفتم من 48 سالم هست. سالها پیش در ایران متولد شدیم در مشهد مقدس و در مشهد کلان شدم و تقریبا 12 ساله بودم که پدرم ما را دشوی داد. خب پیش از اینکه عروسی کنم براتان قصه میکنم از زندگیم که چی یک زندگی سخت را ما داشته. من تا جایی که یادم میایه مادرم بسیار یک خانم خشین و یک خانم اعصاب خراب بود. مادرم بسیار ما را لد و کوب میکرد، بسیار شکنجه میکرد در خانه. یعنی اگه یک بار مادر من ما را در لد کردن میشود، مگه اینکه پدرم به ضرب لد کردن و این مشت و لغت میتونست که ما را از دست مادر ما خلاص کنم. خب بالاخره ما 5 تا خواهر بودیم و 2 تا برادر، 7 تا اولاد بودیم از مادر ما که خورد بودیم پشت سر هم. کلانی همه ما بودم، همیشه مشکلات در سر ما بود و بار خانه در سر دوش ما. کارهای خانه را میکردم، از مادر جان لب میخوردم. پدر من یک آدم کارگر بود که کارگر سرفلکه بود، کارگر بود که اگر روزی که پدرم کار نمیکرد ما او روز غذای صحیح نداشتیم. خب چی بگویم خواهر سارا، زندگی ما بسیار سخت بود. 5 تا خواهر که کلانش ما بودم و 2 تا خوردتر ما برادر بود که بعد از این که نظر و نیازی که مادر جان ما بسیار نظرا کرد و دیگه کرد، خدا برش 2 تا بچه داد. خب من از خودم میگم زندگی مادر و خواهرای ما که هرچی بودن اونا میتونن خودشان قصه کنن. من بسیار در پیش مادرم شکنجه شدم. مادرم بسیار زنی بدخوی و زنی بدخلق بود، بسیار مرا لد و کوب میکرد خواهر سارا. تا اینکه من پدر جان مادر کسی که از من 15 سال کلان بود نامزاد کرد. ما در مشهد بودیم و اینا در تهران میششتن. اینا در تهران بودن و ما در مشهد بودیم. از خیش و قومای زن کاکایم بود
که آمدن مرا نامزاد کردن و برای بچهشان، برای همه مردی که از سر من 15 سال کلان بود. من 12 ساله بودم که نامزاد شدم. خب 13 را پر کرده بودم، رفته بودم در 14 که پدرم کشته شد. پدر من از سر داربست یا از سر ساختمان که کار میکرد، کارگر بود که در بغلش یا در داخل بوجی آجور را میبرد، مسالجات ساختمان، پدرم پایش لخشید و از ساختمان سه طبقه پایین خورد و پایین پرید. و ما وقت خبر شدیم پدرم مرده بود، پدر ما را برده بودن در سردخانه. خب زندگی ما بد بود و بدتر شد خواهر سارا، یعنی قدر وضعیت زندگی ما بد بود که ما نمیتونستیم کرای خانه بدیم، ما نمیتونستیم خورد و خوراک ما را چه قسم پوره کنیم. خب مادر ما هر فشاری که سرش میامد خب سر ما خالی میکرد. خب ما چه تقصیر داشتیم؟ من 14 سال 13 را پر کرده بودم، ده 14 رفته بودم. مادرم برای خیشای ما که شوهرم اینا بودن، فامیلشان، برای اونا پیغام داد که بیاین نفرتان رو ببرین که یک نانخور کم شد و من نمیتونم که اینا را شکم اینا را سیر کنم. به خاطری که اونا تا اون وقت مرا عروسی نکرده بود که اونا نتانسته بود همون شیربه ها یا همون پیسه که باید برای پدر و مادر میداد را پوره کنم. وقتی که اینا آمدن خانه ما، گفت ما پیسه نداریم، همون قدری که براتان دادیم دیگهش مانده، باید صبر کنیم. اونا هم یک کارگرهای غریب بودن، باید صبر کنیم یا که شما برای دخترتان جواز نتین و ما برای شما پیسه نمیتیم، دخترتان نمیبریم. که مادرم قبول کرد، گفت صحیح، پیسه برای من نتین، مقصدی رو ببریم که یک نانخور کم میشم. خب خلاصه من رو بردن در خانه اینا، یعنی من قدر از دست اینا آزار و اذیت شدم که حتی من رو در گلاس چای خوردن نمیماند. خوشویم میگفت از خانه بابت آورده. شیشه مربا که دم اونجا بود، من رو میگفت تو داخل شیشه مربا چای بخور، چون مادرت برای تو گلاس ندادم. شوهر ما هم نمیخواست که بر مادرش بگوید خب من کار میکنم، خیر است که زن من گلاس نوردم. حتی مادرم برام یک بستره نکرده بود، مادرم برام جان پاک و کالای صحیح نکرده بود. در سری هر چیز من لط میخوردم و ده و دشنام و خب بالاخره گرم. بسیار دلم سرد بود از خانه مادرم. خب مهمانی رفتیم، خانه مادرم ما رو مهمان کرد. بعد از 8 ماه از تهران رفتیم مشهد. مادرم همچین نانی صحیح بر از اونا پخته نمی کرد، چون اینا یک هفته در خانه ما ماندن. خوشویم بود با دو تا ننویم، شوهرم بود و با یک ایورم. خب مادرم نداشت، پول نداشت، می رفت کار می کرد. خواهرای ما یکش نامزاد کرده بود، بعد از اینکه دم عروسی مشهود یکش نامزاد کرد که اونم یک آدمی غریب داده بود. مادرم فقط به خاطر که نان خور کم شد و یک پیسه ای ازو بگیرم. خب بالاخره ما یک هفته ماندیم و پس آمدیم. ما را نموندم که بشینم خانه مادرم. ما هم دل خوش از اون مادر نداشتم و هیچ کدام خواهرای ما از مادر ما دل خوش نداشته، به خاطری که یک زن بسیار خشین و بدخوی بود. یک زنی بود که در دنیا ما را محبت نداده بود، ناز نداده بود، اصلا ناز دادن بلد نبود. من که حالا فکر میکنم مادرم یک دیوانه بود که نمیفهمم چه قسم، پدرم هم دیوانه بود. دوتایشان که سر به سر میشدن تا میسر یک گلاس چای میخوردن یا نان، جنگ اینا میخیستن. من هیچ وقت ندیده بودم پدر و مادرم با محبت گپ بزنن. یالا که فکر میکنم اینا دوتایشان دیوانه بودن. من نمیفهمم چطور 7 اولاد به دنیا آورده بود، او را خداوند بهتر میفهمم. خب خواهر سارا ما پس آمدیم تهران و یک قدر اینا مرا تانه میدادن و ده و دشنام که خانه مادرت جاگش سهی نبود، خانه مادرت خانهش فرشش سهی نبود، خانه مادرت گدایگر است و چیز نداره. خب ما یک وقتایی که اینا بسیار گپ میزد، یکان گپ که میزدم اینا مرا لدکوب میکردم. خب بالاخره صاحب 3 اولاد بودم که ما از
ایران آمدیم افغانستان. آمدیم افغانستان سالهای 2008 بود. سالهای 2008 بود که ما آمدیم افغانستان با شوهرم و ننوهایم شوی کرده بود. با خوشویم آمدیم. خسورم هم فوت کرده بود. آمدیم در افغانستان در کابل. یک سال در کابل ماندیم و اینا بر از این آمده بود که ما در افغانستان زندگی کنیم. اینا بر از این آمده بود که خارج برن. خب خلاصه ما از افغانستان آمدیم ترکیه. ترکیه آمدیم و چند سالی در ترکیه ماندیم و از ترکیه رستل شدیم و خوشیم در همون ترکیه فوت کرد و ما آمدیم امریکا. آمدیم امریکا فعلا که من زن 48 ساله هستم و شوهر من از من بسیار کلان است. چهار سال پیش که در امریکا ما زندگی ما همچنان خوب نیست خواهر سارا. اینجا که آمدیم خوب وضعیت امریکا را کلگی میفهمه که همه چیز قیمت است و کرای خانه کمر شکن. شوهرم بسیار پیسه کم کار میکنه. خب اینی اینا 48 ساله باشه، او 15 سال از سر ازی کلان هستن، چند ساله میشن. اینا 4 سال پیش شوهر ازی میره افغانستان و از افغانستان میره ایران. پس دمو نزدیکای فتح فامیلشان میره یک زنی را از قوم خودشان دمو ایران میگیره و دسر اینا نکاح میکنه و اینجا این خبر نداشته. و خب وقتی نه با مادر و نه با خواهر و نه با فامیل در تماس باشی، تو از کجا میفهمی که شوهر تو رفته در سر تو زن کرده؟ یک مرد 60 و چند ساله که برد ایران، 60 و چند ساله میشه، بیخی نزدیک که 70 میشه، نمیفهمی چقدر میشه اگر از حساب خود این خواهر برابر باشه. این زن میگیره و پس میای امریکا و در این گپ نمیزنم. بعد از چند وقتی خواهر ما میگه ما خرج صحیح نداشتیم ولی مرتب پیسه روان میکرد که من میفهمیدم که همیشه دخترم هم میگفت که اینی را چک و ببین که این رفته یا نرفته. من متوجه شدم که برای یک زنی پیسه روان میکنه. ازش پرسام کردم که برای کی پیسه روان میکنی؟ گفتی یک زنی غریب است و صغیر داره و یتیم داره، من او را کمک میکنم. خب من خیال میکردم که اینی واقعا یک غریب کمک میکنه. یک روز برش گفتم ما خود ما نانی صحیح نداریم که نان بخوریم، تو چرا یک سره در ایران پول روان میکنی؟ یعنی قصه 4 سال پیش است که این خبر شده. البته شاید 3 سال پیش خبر شده، 4 سال پیش، مقصد 4 سال پیش رفته بوده ایران زن گرفته بوده. خب یکی میگه از یاد که گفتم و این زیر بار نره که خب ما هر چه هست تمیر رو میخوریم ولی ایران بسیار قیمتی است، من اونجا پیسه روان میکنم. در تهران جایی که ما زندگی میکردیم در شهر ری، در همون جایی پیسه روان میکرد. من نمیفهمیدم که او زن زمانی که ما در تهران بودیم ای او را گرفته بودم که وقتی آمدیم امریکا یا افغانستان رفتیم چقدر پیسه روان میکرده. خب اونا را او وقتا زبان خودش بود ولی چون در امریکایی در زبان انگلیسی او قدر زیاد نمیفهمه و قدر زیاد وارد نیست، هر کاری که بکنه از طریق مولادا پیسه روان میکنه. خب الاخره یک روز که بسیار دلم درد داشت و لد و کب در خانه مره بسیار میکرد و قارش میامد میزد، خب مام که یک دختری افغان بودم یاد گرفته بودم که باید لط بخورم، یاد گرفته بودم باید شکنجه شوم، یاد گرفته بودم که باید یک زن خانه باشم، صدای من نکشم. من یک دختری مسلمان هستم و یک دختر مسلمان که در امر خدا و پیغمبر و بیبی ها که بکنه نباید شویش اگه را تکه تکه هم بکنه این صدایش را بکشم. خب یک روز که با این جنگ کردم گفتم ما در خانه هیچ چیز نداریم، برنج ما تا تای نکشد تو 1 کیلو برنج نمیاری یا دیگه نمیکنی، مرم که نه در سر کار میمانی نه درس خواندن میمانی و هیچ کار کردن نمیمانی، حالا تو می هرچی ما کار میکنیم تو هرچی تو کار میکنی یا ای دو تا دختر کار میکنه تو رو افغانستان روان میکنی، ایران روان میکنی. بر من گفت که من نمیخواستم بر تو بگویم
ولی تو بر من هیچ وقت یک زن خوب نبودی، من از روز اول تو رو دوست نداشتم. تو یک زنی هستی که چی میگه عشوه و ناز کردن یاد نداری. از روز اول که من گرفته بودم تو را، بعد مرا مادرم گفت ما دستر عزیزم میگیریم برای تو، ولی تو بخاطر که حالی من همو وقت میخواستم به هم بزنم، چون مادرت برای ما پیغام کرد که بیاین ببرین نانخور اضافه هست، ما به همو خاطر آمدیم تو را گرفتیم. ولی من از روزی که با تو یک جای بودیم من عاشق یک زن بودم، او را هم که سالها پیش بود، بعد او عروسی کرد و رفت و او از شوهرش طلاق گرفتی، حالا هم که اونجا هست من او را نکاح کردیم، چون من او را از اول دوست داشتم. او برای توی صدمه نمیزنه، او در ایران هست، تو در امریکا هستی، هیچ وقتی من او را اینجا نمیارم، چون من نمیتونم او را اینجا بیارم. دو تا زن را نکاح کرده، ولی تا وقتی که من زنده هستم برای از او خرج روان میکنم. او عشق اول من هست و تو دوم هستی. این را که برای من گفت، مرا بسیار زور داد و جنگ کردیم و این مرا لد و کوب کرد و خب من در پلیس نرفتم. من برش گفتم که پس من پیسه دخترهای من جدا میکنم که دخترها پیسه شو برای تو نتر و تو پیسه خود روان کن، چون من میفهمم که پیسه از این هیچ چیز نمیشه. خوبی پیرمرد چقدر کار میکنه که امو طرف پیسه روان کنه هم کرم. خب خواهر سارا گفت اگر تو نمانی که دخترها پیسه شو بر من بده، من تو را طلاق میتم، تو را طلاق میتم و میرم مورا میارم. این را که گفت من تمام بدنم لرزید و من نخواستم که از این طلاق بگیرم، دیگه خب مزدوم و هیچ چیز نگفتم. ای بعد از او دیگه فهمید که یعنی من از طلاق بسیار میترسم و یه هر چیزی که شد میگه من تو رو طلاق میتم. خواهر سارا من ایران ماندم عزیز چی کار کنم. رفتم یک روز با دخترم در دولت شکایت کردم، در پلیس، در پلیس استیشن رفتم. رفتم برای اونا گفتم شوهرم در سر من در ایران زن کردم. و پلیس طرف من دید گفت خوب در ایران از کجا ثابت میکنی که در سر تو زن کردم؟ گفتم چی تو ثابت کنم؟ گفت نه در پاسپورتش نوشته است. گفتم نه در اون کشور ازدواج اسلامی میکنه، یه در پاسپورت نوشته نمیشه. پلیس طرف من دید و خندید گفت خب ما چه قسم میتانیم میره ثابت بکنیم؟ انگار خیال کن که شوهر تو در ایران دوست دختر داره، در اینجا که نیست در امریکا. گفتم نه. گفت اگر در امریکا نیست خب ما چطور میتانیم بریم شوهر تو را بگیریم و ازش سوال کنیم و پرسان کنیم که تو چرا در ایران زن گرفتی یا دوست دختر گرفتی؟ خب من گفتم پیسای من رو روان میکنه در ایران. گفت چی تو پیسای تو رو روان میکنه؟ در زور میگیره از تو؟ مگه تو کار میکنی؟ گفتم نه دخترهایم کار میکنه. گفت خب در دخترهایت بگو پیسهشو نتا بر با بشه. خب پس آمدم دیدم که پلیس سرم خنده کرد و یه چیز نگفت. پس آمدم خانه، گفت نتیم برش پیسه که روان کنه. گفت کلام زن هستی، عکسش ریتا داری؟ گفتم آه. گفت نشانم بده. گفت تو زور همی پیرمرد نداری نتی برش پیسه از خانه بکششن، طلاق تا بگی خوشت نمیایم. گفتم نه نه نام طلاق نگی، من از طلاق میترسم. گفت خب میترسی؟ خندید گفت خب ما کار دیگه نمیتانیم، هر وقت او زن در امریکا آورد باز بیا بر ما خبر بدی، ما فورا دست به کار میشیم که او را تو نمیمانیم. آمدم پس خانه در دخترها گفتم که چی کنیم؟ اگر پیسه را در پدرت نتین خوبی مرا طلاق میدم. دختر کلانم طرفم دید گفت مادر چرا که از طلاق میترسی؟ گفتم اون بچه ام خواهد دسترم، در این سن و سال من چی تو طلاق بگیرم؟ چلو چند ساله؟ چلو شش؟ چلو پنج ساله؟ چلو چهار ساله؟ گفت که مادر جان خب هر چی که هستی یا بساز با می قسم پدرم یا طلاق بگیر، چرا قصاب تخراب میکنی؟ گفتم بچه ما زندگی ایج نکردیم، یا لی مره خرج نمیتم، کالای صحیح ندارم، یک دیگه ندارم، تمام پیسه ما در ایران روان میکنم. گفت مادر مشکل از خودت هست، دیدی که آفیسر پلیس استیشن بر تو چی گفت؟ گفت یا طلاق تا بگی یا خفت تا بگی بشی. خب خواهر سارا میخوام مره کمک کنی، من چی کنم؟ نمیتونم از این مردکه جدا شوم و این مردکه زن داره،
من مطمئن هستم اگر 2 روپه در جیبش باشه 1 روپه شده ایران روان میکنه. من مطمئن هستم برای او زن خانه گرفته و برای او هر کار میکنه، چون این مرد پیسای دخترای مرام که میگیره گم میکنه، میگه کرای خانه شد و تو شد و تو شد، ما در خانه کرایی هستیم. برش میگم چرا طلاق نمیگیری؟ میگه زندگی من دوست دارم. خب عزیزان دل، داستانا تا اینجا شنیدید. ای چی زندگی هست که زن افغان دوست دارم؟ همچین قضیه ای، همچین داستانی را از جرمنی خواهری عزیز بر من شب ساعتی 11 شب بود 10 شب بود دروغ نگفته باشم بر من پیام داده که شوهرم رفته از ایران زن گرفته، من چی کار کنم؟ خب میگم طلاق بگیر. میگه خب من زندگی من دوست دارم. عکسی او زن بر من روان کردم، میگه ببینی زن پیر هسته ولی من جوان هستم، میره در سرم گرفته. میگم طلاق بگیر. میگه خب زندگی من دوست دارم. گفتم خب من چی کنم؟ خب راهنمایی کنم، من کمکت احتیاج دارم. خب عزیزان دل، خواهرای عزیز محترم، دیدین که یک پلیس امریکا برای از خواهر ما چی گفته؟ گفته کسی که در افغانستان ایران 6 زن بگیره در پاسپورتش ثبت نشده باشه، ما نمیتونیم هیچ کار بکنیم، مردای افغان آزاد هستن. بعد شما میگین ما زندگی ما دوست داریم. او چی زندگیه که شما دوست داریم؟ نکنم او جلو پلاس و یکان تا بالشت و توشک و شویی که تو را دوست نداره؟ خواهر من، عزیز من، تو چرا او شوی دوست داری؟ آخه دوستی چی می... شما در دوستی چی را در... چی را در دوستی میگین؟ یا دوستی را در چی میگین؟ وقتی من از بین زن و شویی محبت نباشم، چی را دوست داری خواهر من که میگی من زندگی من دوست دارم؟ ناگفتن اما نه، اینا 6 تا اولاد دارن، 3 تا دختر 3 تا هم بچه، یعنی 3 دختر 3 پسر. خب اولی که خواهری عزیز، همچین شوهرایی چرا قبچه میاریم؟ شاید برای من بگید تو چرا قضیه آوردی؟ خب من اگه آوردم گرفته از پیشش آوردم، باز ما البته رقم شما نمیفهمیدم. بعد چرا که بچه میارین؟ یک اولادتو میگه یکی دوتای من یا یکی من در امریکا در دنیا آمده. خب در اون ایران نمیفهمیدی، افغانستان رفتی نمیفهمیدی، ترکیه آمدی بعد امریکا آمدی، خب میفهمیدی که گولی هست و دوا هست و پیشکاری هست، چرا که بچه میارین؟ نکنین میخواییم که نسل افغان ها زیاد شود. خب نسل افغان هرچی زیاد شوه از این طرف شما زیاد کنید، از اون طرف هزاره باشین پشتون میکشن، پشتون باشین هزاره میکشن. چرا که بچه میارین؟ این اولادای افغان ها، همی افغان ها به درد جامعه دیگه دنیا هم نمیخوره دیگه، مردم بذار جامعه امریکا اروپا. بچه افغان شما از 100 تایشان 2 تایشان اگه یکان انجینیر دکتر برای دیگه کلشان یا اوبر درایور هستن یا شرابی الکلی یا که مفتخور مریض عصبی. چرا که بچه میارین؟ دخترهایتان خو میرن مثل مادرش میشن. مادر تو، مادر همی خواهر ما که میگم، مادر همی حالی که فکر میکنم دیوانه بود. خواهری عزیز، تو از مادرت چقدر زیادتر هستی، برتر هستی. مادر تو اگر دیوانه بود او در ایران بود. خب زیادتری دخترهای افغان از زدن و لد خوردن دیوانه میشن، ولی تو چی؟ تو در امریکا هستی میگی من زندگی من دوست دارم. اگر تو از ایشوی طلاق بگیری یعنی زندگی تا این میگیر از تو. تو خو از دست این روز ندیدی. خب 14-15 ساله که در خانه از این آمدی میگی تا امروز این مرا لدکوب کردم. هیچ وقتی هم از دست شکایت نکردیم، فقط رفتیم در دولت شکایت کردیم که من شوهرم در ایران زن کردم. اون پلیس امریکا خدا میفهمه چقدر خندیده. خب شوهر تو زن کرده، خب برو طلاق میگیری. از زن امریکایی باشه که با خدا یک مشت کلش میزنه طلاقش میگیره. تو زن افغان به سواد همون تو شهر همون تو گفته باشه شیشته که من زندگی من دوست دارم. آخه چی زندگی عزیز دل؟ خواهر من، ایران که نیست، افغانستان که نیست که تو بگوی من گوش نمیمانم. گوش نکی نمیمانی. طلاق تا بگیره حداقل یک ماشی یک فودیستم یه چیزی دولت برای تو میتن
یا میری کار میکنی، کار کردن تو را نمیمانه، درس خواندن نمونده تو را. ای چی زندگیه که شما دوست داریم؟ خواهر ما از جرمنی مثل همی میگه رفتم در پلیس شکایت کردم که در افغانستان و ایران زن کرده. گفت خب چی میکنم؟ گفتم پول روان میکنم. یک مقدار ماش برای ما میداد، کلش قطع کرد از ما. جایی که دولت کمک کنه ماشا اینا را قطع کرده، که شوی تو که در ایران پول روان میکنه، ما دیگه کار از دست ما برنمیه، ما مجبور هستیم همین پولی که در ایران روان میکنه همین را قطع کنیم. حالا خدا میفهمه اینا چی رو استر میکنه. میگم چرا طلاق نمیگیری؟ میگه شوی من دوست دارم. آخه تو شوی تا دوست داری و شوی تو رو دوست نداره؟ در زن سر تو رفته زن گرفته. وقتی که یک شوی در سر یک زن زن میگیره، بی اولاد نباشه. خب اگه بی اولاد باشه، خب یک بهانه میاره میگه من این زن گرفتم که بر من بچه کنه، مردای افغان هم تو هستن. وقتی که تو میگی من 6 تا اولاد دارم، بگید میگه من 4 تا اولاد دارم، بعد شما را در سر شما رفته یک زنی که میگین از من کلانتر است از سن و سال او، بعد او چی او را دوست داری خواهر من؟ آخه شما را من بعضی وقتا به خدا دم دوست داشتنی زنای افغان به خدا خندیم میگیرم. دوست داشتنی چی میگه خاله خیرسه؟ یک شویی که بره در سر تو زن بگیره، حق و حقوق تو را دو روان کنه، بعد تو کجایی او را دوست داری؟ او شول تو ریشکم بره، او بوزه، او خود او چیزی نمونده، بوز گشته. وقتی یک مرد یک مردی 70 ساله دو تا زن داشته باشه چی میمانه دو عزیزی؟ تو کجایی او را دوست داری؟ قواره او را دوست داری؟ نه که ثروت زیاده. خوب یک چیز دیگه، یک ناگفته نمانه، یک حقیقت دیگه رو بگویم. یک مرد بیلیونر باشه، 70 سالش هم باشه، خوب او را در ایران 4 تا زن دیگه هم بگیره، برای تو اینجی خانه خریده و موتری همچنانی برای تو خریده و خرج و مخارج تو همه هست، تو فکر میکنی میگه خب اینه که بعدم بیایه؟ خب بدرک حالم از این به هم میخوره، خوبیشون بدرک. خب پول خدا رو حداقل روزی که مردم پیسه ایده من میمانم. برای همون میشینی جوانی تا خواب میکنی، یا که چی میگه خدا بازی میتی، میگه خب خیر هستم با این زندگی میکنم، میرم عشقو کیف مر طرف دیگرا با دیگرا میکنم. وقتی که تو نمیتونی زن یک مرد افغانی بی پول باشی، یک پیر باشی، تو نمیتونی در بیرون که کسی دیگر عاشقی کنی، و نی تو میتونی خوشی کنی، تو نمیتونی یک لباس به دلت بپوشی، نمیتونی یک غذای به دلت بخوری، بعد تو در کجا شیشته عزیز دل؟ در چی تکیه کردی؟ دیواری پشتی که تو در او تکیه کردی کلش نمیتون لغزنده و شورزار هستم. ما کم تکیه کنی میفتی، شوی تو رو میکشم میگه ببرو من تو رو طلاق میتم، تو میگی نه 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 نه، تو رو خدا من رو طلاق ندیم، من تو رو دوست دارم بسیار. مردکه میگه من تو رو دوست ندارم، عشق من در ایران هسته، ولی تو میگی نه چون من یک زن مسلمان هستم تو رو دوست دارم. به خدا کاری میکنیم که دل من بیخی از همین مسلمان ها مسلمانی بد میشه. چرا که هر چی میکنین میگین خب یک زن مسلمان باید تو کنه، یک زن مسلمان باید تو کنه. یک زن مسلمان حداقل باید از خود دفاع بکنه، نه؟ اگه مغز داشته باشه، این خول و چل و دیوانه نباشه، باید از خود دفاع کنه. اینم این مویه، اینم این موی. اگه تو میری یک رو شانه نکنی، همی هر طرف هر طرف میره. او قلب تو، همو دل تو خواهر من، او دل است یا کدام غده سنگ؟ او دل ده تو قلب ده دنیا و محبت ندیده، خوشی را ندیده، خوبی را ندیده. تو هنوزم با او دل ای بوز دوست داری. خواهره که در امریکا هستین، منظورم خواهره که در جرمنی هستین، اروپا، دوست داشتن ده چی میگین؟ هر کسی که تو بگیری امرایش یک 3 روز یا 4 شب خواب کنی، یک 4 روز یک خانه باشه، بالاخره یک عشق بینتان پیدا میشه که یک دیگه تانه
دوست داشته باشیم. اینمی شیوهی هم که شما کردین خو اینا باطل هست و نکاح ها. اینمی شیوهی هم که شما کردین شما از روز اول اینا رو دوست نداشتین. کم 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 در مرور زمان ای عادت کردین. ای دوستی نیست. شما عادت کردین میترسین. اگر من از این مرد طلاق بگیرم خانه ملکی پیدا میکنم. اگر من از این مرد طلاق بگیرم خوب همی گروپ های چت من خراب شود که میای جور میکنم. اگر من از این مرد طلاق بگیرم نلی ها و من خراب شود که میای او را جور میکنم. بعد این حساب میکنین حساب میکنین خودتان همت ممت ندارین غیرت میرم. او دوستی مستی نیست. نه من را بازی بیدین نه خودم. نه از من کمک بخوا. از من اگر کمک خواستی باز من اینی تو آمده باز روز برات میگم خواهری عزیز. از تنبلی از بیغیرتی شما را بخی قدر ذلیل کرده به خانه که در امریکا ولی جای مردی که از سر تو 15 سال کلان هستم میگه پیسه دخترها را برمنتی یعنی دخترها کار میکنن من تو را طلاق میتونم. بعد تو چوبتا میگیری میگه تو را در خدا تو را در پیغمبر تو را در 12، 14، 15 امام من را طلاق ندی. اگر تو طلاق بده من کجا شوم؟ دیوانگر خرمن در ندی. مردی افغانی که در زن هیچ وابسته نیست فقط به خاطر نان خوردن و کالا شوشتن و دیگ پخته کردن و جارو کردن اینا زن یگان بار میگم تو را دوست دارم برم از صد تا ایشان یکش بگویم. بعد توی را خود اوزان انداختیم دوتایتان البته خدا میفهم از صد ها زن شاید همه قسمی باشه که من دوتایش خبر دارم که ما دوست داریم زندگی ما را. خواهری عزیز دوستی پوستی در کار نیست. هیچ چیزی در کار نیست. تو تنبل هستی. خلاصه نه دین اسلام و نه مسلمانی و هیچ چیز در این وسط نبیاد. تو خودی تو تنبل هستی و همچنین خواهر دیگه ما که در جرمنی هست شما دوتا تنبل هستی. خلاص بگویم هیچ وقتی هر شکایتی که کردین نگو که من چون یک زن مسلمان بودم سر مرشی پیش زد شانه نکردم و نکردم و نکردم. من یک زن مسلمان هستم. نمیخوایم که سرمه کنم یا سرخه کنم شوهرم مرا لط میکنه که تو در خود نمیرسی. چون من یک زن مسلمان هستم ممکن است مرا بیرون ببینم. هر چی پیش رو چتلی و مرداری و هر چی که داشتیم در سر دینتان نندازیم. فهمیدین دیگه؟ برای ما هم دیگه نگوییم که چون از بی بی ها میترسیدم از ایماما من از این طلاق نگرفتم. تو در این عادت کرده تو نمیتانی از این طلاق بگیری. تو در پیش اینمی شاید از این که در پیشتر خدا نکنه یا شاید هم ای پیر باشه ای بره مقصد دوتایتان از یک دیگه جدا شدن نمیتانیم. ای خورف شعر واری اونجا زن گرفته 4 سال پیش گرفته تا حالی دو بار رفته و پس آمده خونه می رایش کوکی بشه می کنه پس می آیه. اگر شیمه می مه داشته باشه یکان بچه دوتا بچه رو اونجا پس می اندازه می آیه. و تو اینجا هم اولاد کلان کو گریان کرده بشه که کسی در داد من نرسید. پلیس امریکا هم سرم خنده کرد. خب نازنین هایی بود از جواب و کمک خواهر از من خواسته بود. خدا کنه که شما جواب بهتر داشته باشین. برای از خواهری افغان ما بگوین که میگه در زندگیم یک روز روزی خوش ندیدم. خداوند لعنت کنه اون مادری را که از اولادداری هیچ چیز نمیفهمه ولی اولاد میاره. خداوند لعنتشان کنه 1000 بار که این طفلا را که 5 تا دختر را در دنیا میاره و 5 تا را فقط میفروشه که من نان داده نمیتونم. خب عزیزان دل خداوند یار و نگهدار و شما تا برنامه آینده که بازم با شما باشم شما رو به خداوند پاک و یکتا میسپارم. روز و روزگارتان خوش.